مامان من با یه عالم امید حتی با اطمینان کامل پیشتون اومدم. نه 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 نه, نه. مامان خواهش میکنم حرف منو بفهمید. شما تنها امید من هستین مامان. من جز شما نمیتونم به کسی اعتماد کنم. تلاش کنید شرایط منو درک کنید. پسر من چطور نگه دارم؟ من که خودم محتاج عروسام هستم. دیروز ندیدی؟ واسه یه داروی من زن داداشه چه قشقرقی راه انداخت؟ مامان راست میگه. مسئولیت بچه خیلی مسئولیت سنگینیه. وقتی ازدواج کردنت مگه سوال کردی؟ مامان چی کار میکردم؟ مسئله یه اقامت و اینا بود. مجبور شدم با عجله ازدواج کنم. به سختی تونستم از گیرش خلاص شم. تو بچه به دنیا نیمی آوردی. مگه داداش و زنداداش تو فراموش کرده بودی؟ زنداداشت میخواست درس بخونه. 2 سال گذشت تا درسش تموم بشه. بعد 8 سالم خدا بهشون بچه نداد. بالاخره بعد 10 سال تونستم صورت حمزه پسرمو ببینم. اما مامان الان که بچه به دنیا اومده، الان مشکل چیه؟ راحت شدی طلاقتو گرفتی؟ زن دوم بگیر تا بچه تو جمع کنه. چیه؟ مگه بد میگم؟ مامان من زن دومم گرفتم. خدا مرگم بده. زن دومم گرفتی؟ خب پس مشکلت چیه؟ داداش جان راستشون نظامیه، نمیخواد از حال مراقبت کنه. قاطعانه به هم نگفته. محیط اونجا برای بچه ها مناسب نیست، به خصوص بچه های همسن حاله. لطفاً مامان، لطفاً قبول کنید دیگه. من کاملاً مطمئنم که شما حاله رو خیلی خوب تربیت میکنید، خیلی خوب ازش مراقبت میکنید. لطفاً مامان، لطفاً. سوفیا ببین، من زیر گاز روشن نذاشتم. همه قبول نمیکنه. کار خوبی میکنه، شرایط ما که جلوی چشمشه. منم دیشب واضح به جلیل حرفمو زدم که لازم نیست قبول کنیم. شما با داداش تونستین حرف بزنین؟ حرف رسول اصلا نزن. هنوز حرفمو شروع نکردم، همه یه کارا رو جلوی چشمم میاره. تو این کارو کردی، تو اونو گفتی. ای خواهر جون، تو بازم به جلیل میتونی حرفاتو بزنی. رسول هنوز حرف از دهنم بیرون نیومد، اون موضوع رو تموم میکنه. ها چیه؟ چرا نمیخوری؟ من همچین غذایی نمیخورم. آخه این دختر اینجا میتونه زندگی کنه؟ بچه خودمون رو نمیتونیم بزرگ کنیم؟ حالا مسئولیت بچه های مردمم رو دوشمونه. بخور ببین طعمش خوبه. یه بار امتحان کن عزیزم. خیلی خوب، میرم برات نون توست میارم. ببین نفیس برادر من، مسئولیت همه ی خونه روی دوش منه. حتی آبم من باید بخرم. اما مسئولیت دختر خیلی مسئولیت بزرگیه. مگه اینطور نیست مامان؟ این که بچه گربه نیست که لیوان شیر بذاری جلوشو یه گوشه بخوابه. داداش حرف شما کاملا درسته، اما شما نگران نباشید. من هر ماه سر وقت پول میفرستم، درست سر ماه. شما فقط براش بزرگی کنید. آره همونطور وقتی که میخواستی بری لندن این حرفا رو زدی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.